5 روز از تجاوز نظامی به اوکراین با فرمان رئیس جمهور روسیه می گذرد. این حمله پس از به رسمیت شناختن استقلال استانهای لوهانسک و دونتسک اوکراین به بهانه حفاظت از صلح آغاز شد. هدف حمله روس‌ها به اوکراین اما تغییر نظام سیاسی این کشور و جلوگیری از نفوذ ناتو در مرزهای روسیه بود. تجاوز نظامی همه جانبه روسیه به اوکراین از سوی نتایج مورد نظر روس‌ها را تا امروز به همراه نداشته و از سوی دیگر باعث یکی از جدی‌ترین مجادلات میان حامیان اوکراین و پوتین شده است. ولادیمیر پوتین و مسئولان ارشد سیاست خارجی روسیه تجاوز نظامی به اوکراین را نتیجه تلاش دولت این کشور برای پیوستن به ناتو و توسعه نفوذ ناتو به عنوان یک خطر امنیتی در مرزهای روسیه دانستند، جایی که رئیس جمهور روسیه آن را اوکراین ولادیمیر لنین می‌داند. آنها مدام این را گفتند که ما قرار است به اوکراین حمله کنیم و اوکراین را تصاحب کنیم و از گفتگو بر سر مسائل امنیتی جهانی خودداری کردند. ما پیشنهادات خود را مطرح کردیم و آنها پاسخ منفی دادند. حالا مجادله میان متحدان ناتو و پوتین بالا گرفته است. متحدان تحریم‌های سختی را علیه روسیه وضع کردند و روسیه اعلام آماده باش تسلیحات هسته‌ای کرده است. ناتو هم اعلام کرده آمادگی پاسخ به چنین حمله‌ای را دارد. مقایسه توانایی نظامی ناتو و روسیه نشان می‌دهد که روس‌ها در صورت رویارویی نظامی با ناتو کار بسیار سختی پیش رو خواهند داشت و این رویارویی اگر همزمان با تحریم‌های فلج کننده اقتصادی باشد می‌تواند نتایج غیر قابل پیش‌بینی برای این کشور به بار بیاورد. روسیه پوتین امروز با وجود تبلیغات گسترده برابر جهانی معترض به جنگ طلبی از همیشه تنها تر است و در صورت برنگشتن سربازها به خانه میتوان انتظار داشت روزهای سختی را پیش رو داشته باشد. داریوش معمار، ایندیپندنت فارسی.